برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع خبری در عراق اعلام کردند که یک هیئت امنیتی به ریاست عبدالامیر یارالله رئیس ستاد کل ارتش عراق وارد استان کرکوک شد. قیس المحمداوی معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک عراق و صالح ناصر العامری فرمانده پلیس فدرال عراق یارالله را در این سفر همراهی می کنند. هدف از این سفر ارزیابی وضعیت امنیتی استان و استقرار نیروهای امنیتی در آن عنوان شده، به ویژه اینکه تحرکات سنی‌های تندروی داعش در چند هفته اخیر در این مناطق افزایش یافته است. منابع خبری گزارش دادند زائران پاکستانی می‌توانند از طریق مرزهای زمینی ایران وارد عراق شوند. گفتنی است در سالهای گذشته اتباع پاکستانی فقط از مرز شلمچه امکان ورود به عراق را داشتند، اما با مذاکرات صورت گرفته با عراقی ها اتباع پاکستانی ها نه تنها از مرز شلمچه بلکه از مرز مهران هم می توانند عازم عراق شوند. سرکنسولگری پاکستان چندی پیش در نجف بازگشایی شده بود که عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق در دیدار با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان گفت که سفر زائران پاکستانی به عتبات عالیات تسهیل می شود. مؤسسه حضرت امام حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظلو در شهر مقدس کربلا دوره آموزشی در رابطه با توسعه مهارت‌ها برگزار کرد. این دوره با حضور 250 نونهال و نوجوان از شهر مقدس کربلا و در دانشگاه اهل بیت علیهم السلام از مراکز علمی مرتبط با مرجعیت در کربلای معلا برگزار شد. در این دوره آموزشی به آموزش دروسی در زمینه‌های احکام، اخلاق، اعتقادات، تفسیر، رسانه و همچنین فنون ورزشی و رزمی پرداخته می‌شود. ارائه سرویس حمل و نقل رایگان به نقاط مختلف شهر مقدس کربلا از جمله مزیت‌های این دوره است.